اکثر مادران پناهجویان هستند که تلخی جنگ را تجربه کردند. آنها در ورکشاپ خیاطی مادر برای 6 ماه هنر خیاطی را فرا میگیرند و بعد شامل کار در دستگاه سوزندوزی میشوند. کتجربتی انا شخصیا من خود مثال از همین اده بانوانم. همسرم را در 27 سالگی از دست دادم و 3 طفل دارم. من به حیث خیاط سوزندوزی برای تأمین زندگی اطفالم مدت 22 سال در جریان سپری شدن مکتب و دانشگاه فرزندانم کار کردم. خدا را شکر. قضیه من هم مشابه سایر زنان در اینجاست. هر کدام 1 یا 2 طفل دارند و شوهرانشان یا مردند و یا از آنها جدا شدند. اکثرا آنها از سوی اقاربشان کمک می شوند. اینجا همه به خاطر یک آید برای تامین زندگی خانواده خود آمدند. بعد از اینکه بانوان در ورکشاپ مادر مهارت های خیاطی را فرا گرفتند، آنها در بخش های مختلف تولیدات لباس کار می کنند. لباس هایی که اینجا دوخته می شوند یا به مکاتب محلی امداد می شود یا برای جامعه فقیر با قیمت ارزان به فروش می رسد. بحران سوریه بر لبنان تاثیر گذاشته و به مشکلات جامعه افزوده است. پناهجویان سوری در سیدون لبنان نیاز زیاد به همه چیز بخصوص لباس دارند. در ورکشاپ مادر بانوان پناهجو شغل ثابت و زندگی آبرومندانه دارند. زنان پناهجوی سوری که در ورکشاپ کار میکنند معاش دارند که از لحاظ مالی برای رسیدگی به خانوادههایشان کمک میکند تا ضروریات زندگی خود را تأمین کنند. این مادران در لبنان حتی اگر کرایه بلند هم باشد توان پرداخت کرایه خانه خود را دارند. آنها که بیشترشان مادران تنها هستند می توانند یک زندگی متوسط را برای خود و خانواده خود فراهم کنند. بانوان پناهجو در میانه گروه آسیب پذیر در لبنان هستند. برای آنها به خصوص مادران تنها مهم است که برای ساختن و پیشبرد زندگی خود مهارت های خیاطی را فرا گیرند. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.